سلام بر شما، سرخط خبرها. دیدار رهبر امارت اسلامی با والی های کشور در کندهار. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این دیدار رهبر امارت اسلامی خطاب به والی ها گفته که نظام اسلامی را تحکیم و به تربیت فکری و عقیدتی مردم توجه کنند. علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې تأکید وزارت دفاع امریکا بر مبارزه جدی علیه گروه داعش در افغانستان. امارت اسلامی همواره میگوید که داعش در افغانستان شکست خورده و تهدید جدی نیست. سرازیر شدن سیلاب در چندین ولایت کشور. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب در این ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و درخواست رسمی آذربایجان بر عضویت در سازمان بریکس. مشروع خبرهای این ساعت از یک با ما سید عیسی سادات. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی از دیدار شیخ هبت الله خانزاده رهبر امارت اسلامی با والی های کشور خبر داده است. به گفته آقای فطرت، رهبر امارت اسلامی در این دیدار خطاب به والی ها گفته که نظام اسلامی را مستحکم کرده به تربیت فکری و عقیدتی شهروندان کشور توجه کنند. در همین حال برخی از عالمان دینی میگویند که برای استحکام بخشیدن به نظام اسلامی توجه به تربیت فکری و عقیدتی مردم و تطبیق شریعت اسلامی امر حیاتی است. سید بلال صیاد گزارش میدهد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی از دیدار شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی با مسئولان حکومتی خبر داده است. به گفته آقای فطرت، رهبر حکومت سرپرست در دیدار تازه‌اش با والیان 34 ولایت کشور با آنان گفته که نظام اسلامی را مستحکم کرده و قانون شریعت را اجرا کنند. علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د شی اسلامي حکومتولۍ خپلو مسؤلیتونو ته د پاملرنې او د جهاد په نتیجه کې د راغلي اسلامي نظام د ساتنې او د شریعت تطبیق په اړه هر اړخیزه وینا وړاندې کړه. آقای فطرت در ادامه می افزاید که رهبر امارت اسلامی به والیان دستور داده است تا متوجه تربیت فکری و عقیدتی مردم باشند و در امورات خود از علما نظر بگیرند. علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی والیانو ته توصیه وکړه چې د خلکو فکري او عقیدوي تربیت ته پاملرنه وکړي، د ځوان نسل سالمې روزنې ته توجه وکړي او خپلې ټولې چارې او کارونه د علماو سره په مشوره باندې تنظیم کړي. در همین حال برخی از عالمان دین ضمن این که از دستورات و توصیه های رهبر امارت اسلامی استقبال می کنند، می افزایند که برای استحکام بخشیدن به نظام اسلامی، تطبیق شریعت اسلامی و توجه به تربیت فکری و عقیدتی شهروندان کشور امر حیاتی است. دی اسلامی نظام دی پیاوړتیا لپاره د شریعت اجرا او د خلکو د فکری او عقیدتی اصلاح ډیره زیاته مهمه ده. مسئولینو ته پکار دی چې د امارت اسلامي د ځایین چې کومې سپارښتنې دي دا په عملي طور سره اجرا کړي. علماو سره له خلکو سره نږدې اړیکې ساتل پکار دي، ځکه چې د نظام استحکام په خلکو پورې اړه لري. چې څومره له خلکو سره اړیکې نږدې اوسیږي، دومره به نظام مستحکم وي. این در حالی است که رهبر امارت اسلامی چند پیش برخی از مقام‌های ارشد و فرماندهان ارتش را نیز به قندهار فرا خوانده بود و در یک سمینار 3 روزه به آنان گفته بود که اختلافات داخلی را کنار بگذارند، زیرا اختلافات و بی‌اعتمادی آنان را با شکست مواجه می‌سازد. وزارت دفاع امریکا گفته است که اگر آن کشور تهدید از سوی داعش خراسان احساس کند به این گروه حمله خواهد کرد. همزمان با این شماره از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که باید امارت اسلامی علیه داعش مبارزه جدی کند. این در حال است که مقام‌های امارت اسلامی همواره تاکید کردند که داعش در افغانستان شکست خورده است. سومن رحمتی بیشتر میگوید.
جنرال پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در نشست خبری گفته است که اگر امریکا تهدیدی از سوی داعش خراسان احساس کند به این گروه حمله خواهد کرد. جنرال رایدر با اشاره به افغانستان گفته است که اگر فشارها بر داعش نباشد این گروه می تواند دوباره رشد کند. پنتاگون گفته است که برنامه نظارت از دور برای فعالیت گروه های توریستی در افغانستان مؤثر است و به رغم خروج از افغانستان می تواند با تهدید این گروه ها مقابله کند. قطعا اگر تهدیدات قریب الوقوعی در برابر ایالات متحده یا منافع ما مشاهده شود، حق اقدام مناسب از جمله انجام حملات از افق را برای خود محفوظ می دانیم، اما در حال حاضر چیزی برای اعلام ندارم. همزمان با این شماری از کارشناسان و مسائل سیاسی می گویند که امارت اسلامی باید علیه داعش مبارزه جدی کند. شاخه داعش خراسان طی سالهای اخیر توسط استخبارات پاکستان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شد. البته گروه داعش خراسان طی سالهای 2016 و 2017 در داخل افغانستان مخصوصا در مناطق شرقی افغانستان دست به یک سلسله عملیات ها زدند. پنتاگون با این که در مورد رشد داعش در افغانستان هشدار داد، اما تهدید این گروه علیه منافع امریکا را یک تهدید فوری نخواند. پنتاگون گفته که در صورتی که ما خطر متوجه ما از داعش خراسان باشد، در صورت ما اقدام میکنیم. در این زمان ای پام زدن که ما کدام شواهد را نداریم که فعلا کدام خطر متوجه ما باشه. خب این به این مناسته که ایره اشاره به حرفای امی آقای درانی نماینده پاکستان بر افغانستان کس که او این موضوع را مطرح کرده بخاطر از این که جهان متوجه بسازه و از جهان پول بگیره، مثل که همیشه در جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی اینا تمام پول پیش از یامی آمد، باز در جنگ علیه تروریسم زیر نام از او 20-22 سال پول گرفتن. داعش در یک سال گذشته دو حمله مرگبار در روسیه و ایران انجام داد که این امن نگرانی ها به خصوص در میان منتقدان جمهوری های حکومت بایدن به وجود آورده است. این در حال است که مقام های امارت اسلامی انباره تأکید کردند که نمی گذارن خاک افغانستان تهدید به هیچ کشور دنیا باشد و داعش در افغانستان شکست خورده است. در پی سرازیر شدن سیلاب در ولایت های پنجشیر، ننگرهار و کابل خساره های هنگفته به مردم وارد شده است. عبدالله فاروقی سخنگوی پلیس پنجشیر میگوید که سرازیر شدن سیلاب ها راه های ولسوالی رخه را برای چند ساعت مسدود کرده بود که این راه در پی تلاش ها بازگشایی شده است. از سوی هم از اثر سرازیر شدن سیلاب در ننگرهار یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بارندگی های دیروز در شهرهای کابل، پنجشیر و ننگرهار سیلاب هایی را به همراه داشت که سبب جاری شدن سیلاب ها در بخش های از این ولایت ها شده است. عبدالله فاروقی سخنگوی پلیس پنجشیر میگوید که سرازیر شدن سیلاب راه های ولسوالی را خرام مسدود کرده بود که این راه برای رفت آمد باز شده است. دغه دی انبی ولسوالی مرکز ساحه کې یو پول هم وړه ده او دا خټی د سیلاب او غټی تیګ راغلی دی. سرک بند کړی منګه د فایز واکونو ملګرو ته غږ کړی دا غویل لوډر سره وساحې تر رسیږي فایده مه به ان شاء الله راسي. نو کدی الله رضا وه څلور ساعتو کې به لاره خلاص شي. در همین حال محب الله جاهد رئیس رسیدگی بر رویدادهای طبیعی پنجشیر میگوید که این سیلاب ها برخی از کانال ها، پل ها و پلچک ها را نیز از بین برده است. همچنان سیلاب در بخش های از کابل از جمله خیرخانه و دشت و برچی خانه های مردم را تخریب کرده است. به همین ترتیب سرازیر شدن سیلاب ها در ننگرهار نیز خساره های هنگفته به مردم این ولایت وارد کرده است. بخش های گوناگون ولایت ننگرهار در شرق کشور مشمول شهر جلال آباد شام سه‌شنبه گواه سرازیر شدن سیلاب های شدید بودند. در این سیلاب ها یک کودک جان باخت و 6 تن زخمی شدند. این در حال است که در جریان هفته جاری 5 ولایت کشور از جمله غزنی، پکتیکا، میدان وردگ، زابل و پکتیا هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بودند که در نتیجه 3 تن در ولایت غزنی جان باختند و 9 تن دیگر زخمی شدند. با این همه شاخص جهانی سازگاری نوتردام افغانستان را به عنوان 6 کشور آسیب پذیر و کم آماده ترین کشور در مقابل با اثرات تغییرات اقلیمی رتبه بندی کرده است.
سفارت افغانستان در چین از دیدار بلال کریمی سفیر افغانستان در چین با شان مینگ معاون بخش بین المللی چین خبر داده است. بر اساس خبرنامه این سفارت، آقای مینگ گفته است که آنان می‌خواهند روند همکاری و تعاملات خود را در افغانستان گسترش دهند. مرجان فیضی به این گزارش نگاهی انداخته. گسترش همکاری تجاری و اقتصادی چین با افغانستان. بلال کریمی سفیر افغانستان در چین در آگهی نامه از دیدارش با شانگ مین معاون بخش بین المللی چین خبر داده است. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در بیجینگ، آقای مین گفته است که نهاد آنها می خواهد روند همکاری و تعاملات خود در زمینه زندگی سالم، وسایل نقلی هوشمند و مکانیزه ساختن کشاورزی را در افغانستان گسترش دهد. یاد شورا په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل او زیاته کړل چې دوی غواړي د روغتیا، پاکې انرژي، ځیرکو موټرو، میکانیزه او حاصلخیزه زراعت او د سیستمونو د ډیجیټلایزیشن په برخو کې دوی خپل فعالیتونه بهر افغانستان ته هم وغځوي. بر بنیاد خبرنامه، این نهاد میخواهد در ماه نومبر امسال نمایشگاهی در مورد مکانیزه شدن زراعت که قرار است 90 کشور در آن شرکت کند برگزار نماید. خصوصاً په اقتصادي برخه کې ډیر مهم دی، تجارتي برخه کې ډیر مهم رول ادا کوي. لکه اوس چین حکومت مسؤولینو دا خبره کړې چې په افغانستان کې به مونږ د زراعت په میکانیزمه کولو کې په دې کې برخه اخلو، خصوصا په دې کې به سرمایه ګذاري کوو او د سره سره تقریبا یو نمایشګاه نندارتون به جوړو په کابل کې چې په هغه کې به د نوي مملکتونو نمایندګان شرکت کوي. بر اساس خبرنامه، بلال کریمی در این دیدار گفته است که اکنون فرصت های خوب سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و حمایت امارت اسلامی از بازرگانان و سرمایه گذاران بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. گفتنی است که چین یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری افغانستان طی چند سال اخیر محسوب می شود. امارات اسلامی در نشستی از بازرگانان کشور خواست که معیارها و استانداردها را در صادرات و واردات رعایت کنند. در همین حال، شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که رعایت معیارهای جهانی در صادرات میتواند سبب افزایش اعتبار محصولات کشور شود. در این باره هم از سوسن اکبری. امارت اسلامی در نشست از بازرگانان کشور خواسته است که معیارهای استاندارد را در صادرات و واردات رعایت کنند. در این نشست تاکید شده است که محصولات و صادرات افغانستان باید از معیارهای مشخص برخوردار باشند. در این نشست همچنان تاکید شده است که باید معیارها و استانداردهای جهانی در صادرات اقلام از افغانستان به گونه جدی رعایت شود. در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که رعایت معیارهای جهانی در صادرات میتواند سبب افزایش اعتبار محصولات کشور شود. رعایت استانداردها یا معیارهای جهانی در زمین صادرات میتواند در بخش وارد شدن به تجارت جهانی رول اساسی بازی بکند. رعایت استانداردها میتواند باعث افزایش اعتماد و اعتبار محصولات افغانستان شود و یک تصویر مثبت را بکند و افغانستان را به عنوان یک منبع قابل اعتماد صادراتی تبدیل بکنه. تلاش های ادارات استاندارد افغانستان برای رعایت استانداردهای جهانی زمان آغاز شده است که مردم اغلبا از کیفیت پایین کالاهای وارداتی و صادراتی تولیدی شکایت دارند. یک بانوی کار آفرین در ولایت جوزجان با ایجاد دو کارگاه خیاطی قالین بافی و پشم ریسی فرصت های شغلی را برای بیش از 150 بانوی بی بضاعت و خانه نشین فراهم کرده است و هدف از راه اندازی این کارگاه را کمک به بانوان بی بضاعت و ترویج فعالیت های صنعتی میان آنان عنوان می کند. در همین حال، بانوانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند از دستیابی به استقلالیت مالی پس از آغاز کار سخن می زند. میلاد تنزی با شرح بیشتر این گزارش. ایجاد فرصت های شغلی برای بیش از 150 تن از بانوان توسط یک بانوی کار آفرین در ولایت جوزجان. شبانه عثمانی بانوی کار آفرین در جوزجان است که با ایجاد دو کارگاه خیاطی، گلیم بافی و پشم ریسی زمینی کار را برای بیش از 150 بانوی بی بضاعت در این ولایت فراهم کرده است. این کارگاه یک سال میشه کارگاه را باز کردیم. 60 دختر خانومه که در بخش خیاطی کار میکنن، دیگه 60 زنای بیوه بی بضاعت هستن در بخش قالین کار میکنن.
باز ما یک کارگاه باز کردم و دختر خانمی که از مکتب باز مانده بودن و فعلا خوش هستن دختر خانمی که در اینجا کار میکنن. اول از مکتب باز مانده بودن، افسردگی گرفته بود، حالی که در اینجا میاین از ما خوش هستن. فیروزه 20 ساله نمونه از بانوانی است که با کار در این کارگاه توانسته است به استقلالیت مالی برسد و زندگی خود و خانوادهش را بهبود بخشد. ما یک سال است که در این کارگاه کار میکنیم، از سر این کارگاه خرج مدرسه ما را پیدا میکنیم، به خاطر که مکتب خوانده نمیتونیم، مکتب ما سرمبسته شده. گرچه که ما نباید خالی بافی میکردیم، ما باید مکتب میخواندیم، تحصیل میکردیم. خوب است از استاد ما تشکری میکنیم که این کارگاه را دماواز کردن، ما در خانه خوب بیکار بودیم. این بانوان از حکومت و نهادهای امدادگر خواستار حمایت‌های بیشتر و فراهمسازی امکانات بیشتر برای توسعه فعالیت‌هایشان هستند. من باش که از جمعیرم بر خودم بر فامیلم زیاد کمک کرده و من خودم یک آدم مستقل شده گیستم، بر کس احتیاج ندارم که بر من کار بکنه، خودم از عده خود برآمده میتونم. که نیم سال میشه که اینجا ما کار میکنیم. ما اینجا درآمد حالی هیچ نداشتیم، حالی کار میکنیم، بعد از میخوایم از دولت میخوایم که کمک ما کنه، اینجا ما را حمایت کنه. در همین حال مسئولان در ریاست صنعت و تجارت جوزجان از برگزاری نمایشگاه ها و ایجاد مارکت برای فراورده های بانوان صنعتکار در این ولایت سخن میزنند. صنعت و تجارت ولایت جوزجان از کسانی که به خاطر فراورده هایشان از جای مناسب شار یک مارکت در نظر گرفته، به این ارتباط چندین بار از با مقام بالا توبت گرفته، فراورده هایشان را به نمایش بگذاره، خارج از کشور صادر شده. گفتنی است که چنین اقدامات افزون بر بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها نقش مهم در ارتقای سطح اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعی بانوان در کشور دارد. مسئولان وزارت شهدا و معلولین در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات امارتی، دستاوردهای این وزارت در یک سال گذشته را با رسانه ها شریک کردند. مسئولان این وزارت میگویند که در سال گذشته 89440 یتیم معلول و بیوه از سوی مؤسسات خیریه اقلام خوراکی و غیر خوراکی دریافت کردند. همکارم رحیم جان رحیمی بیشتر میگوید. مسئولان وزارت شهدا و معلولین در برنامه تشریح دستاوردهای یک سال ادارت اماراتی در کابل میگویند که ماهانه به تعداد 600 هزار افراد نیازمند و بی‌بضاعت را کمک میکنند. عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولین گفته است که روند توزیع کمک ها به طور شفاف بوده و در روند تصفیه به تعداد 28183 تن مستحق شناختن نشده اند. سلور نویزره سباندی معیوبین و معلولین سبسوی دی سیغی تمام مهانی ورکو دی بانکی سیستم دلاری، اما ترده دما سی دا نور سی اغه وخت کې به موږ نهایی معلومات درکو سی په مجموع افغانستان کې به څومره خلک وي سی دلته سبسي، نو دا خو دې راتلونکي خبر ده چې یو سړی سره راتلونکي علم خو یوازې الله ته ده، موږ سره اغه علم ده چې موږ سره تر دې دمه سبسوي دي، اغه یو لک څلور نوي زره څه باندې دومره معیوبین موږ سره په مجموع کې سبسوي دي، که هغه ملکیان دي او که نظامیان دي. بر اساس معلومات وزارت شهدا و معلولین در یک سال گذشته 7,382,000 افغانی به حساب نیازمندان از سوی این وزارت به بانک ها فرستاده شده است. کالوی دا منسی تقسیم کړی دی د سیستم لاره د دوه کلو مجموعه راځي چې د تیر کال اسد د 1402 هجری شمسی د اسد د 1403 هجری شمسی تر اسد پورې من 15 میلیارد 203 میلیونه سباندی 80000 روپی افغانی تقسیم کړی دی، خو مجموعه کې د موږ د کال بودیجه د یتیمان و معلولین و د کونډو د مساعدت په نامه چې څلویښتم کوډ کې تخصیص شوی هغه 12 میلیارد افغانۍ. آنان از سهولت های دیگر مانند ساخت اندام های مصنوعی برای معلولین، همچنان ایجاد شهرک ها، مرکز های آموزشی و حرفه‌ای برای یتیم ها، زنان بیوه و معلولین خبر می دهند. من که دیبانی پیوگو داغه 2000 روپۍ چې موږ یتیم ته د میاشتې ورکوي، دا به د یتیم آینده کې څه ګټه ورته ونه کړي. موږ خواري کوو چې دې لپاره بدیل د 2000 روپۍ تر څو چې دی بالغ کېږي یا مایوب داسې مایوب چې د کاري وړتیا لري
چې غیته موږ داسې حرفوي زده کړې ورکړو لکه مخکې چې موږ یاده کس یو سلو شل تنه فارغ شوي دي او دا یو سلو شل تنه سبا ته فارغیږي انشاءالله. مسئولان وزارت شهدا و معلولین همچنان میگویند که این وزارت کمک نقدی و غیر نقدی به بازماندگان نظامیان حکومت پیشین را مطابق به طرز العمل اجرا میکنند. مسئولان محلی ولایت نیمروز با ایجاد 12 کمیته به خانواده های مهاجر برگشته از ایران در پل ابریشم این ولایت پول نقد، غذا، سیم کارت و سایر خدمات را ارائه می کنند. این مسئولان می گویند که کار ساخت یک کمپ برای اسکان موقت خانواده های مهاجر افغان را روی دست دارند. در همین حال خانواده های مهاجر برگشته از ایران به نیمروز خواهان ادامه این کمک ها شدند. شرح بیشتر با همکارم عارف عدیل. اینجا پل ابریشم مرز میان افغانستان و ایران در ولایت نیمروز است. مسئولان محلی برای رسیدگی به خانواده های مهاجر افغان برگشت کننده از ایران در این پل با ایجاد 12 کمیته با آنان پول نقد، غذا و سیم کارت توزیع می کنند. مسئولان محلی می گویند که کار ساخت یک کمپ موقت را برای اسکن خانواده های برگشت کننده از ایران روی دست گرفتند. سو دغلت یک موقت کمپ جور کو دغ مهاجرین و د انتظار د پاره سوري سایبانونه د اغوی د پاره د اوبو ترتیب د ډوډۍ ترتیب او د اغوی د پاره منظم مونږ د غلطه یو کم باندې کار شروع کړی چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه تکمیل شي او د مهاجرینو د پاره به یو سهولت شي. در همین حال خانواده های مهاجر افغان که از ایران برگشتند از راه اندازی این برنامه خرسند هستند و بر ادامه این روند تاکید دارند. دارا شکر کلی امکانات است، از کلی امکانات بود است دیگه، ولی ما کلا بالاخره پیسه ما دست ما خود خیلی خوشحالی داریم، یک جان تشکریم داریم از زاد کربان از خلاغان وری گیر کردم را بس کردم را کربان از خلاغان دو تلاغان بس دا مجاهدین رو دو تلاغان شو سایوان ده شیخ و بودی هر څه کومه مرسته و پیسې هم را کړید. این در حال است که روزانه نزدیک به 70 خانواده مهاجر افغان از ایران از طریق پل ابریشم وارد نیمروز می شوند. در خبرهای جهان هم این که آذربایجان رسما درخواست عضویت در سازمان بریکس را اعلام کرده است. از سوی هم مقام های مسکو در حال از حمله پهپادی گسترده کیف و پایتخت روسیه خبر دادند که تهاجم بی سابقه اوکراین به خاک روسیه در منطقه کورسک ادامه دارد. آذربایجان رسما درخواست عضویت در سازمان بریکس را اعلام کرده است. یک روز بعد از مسافرت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آذربایجان، این کشور رسما خواستار عضویت در سازمان اقتصادی بریکس شد. آیخان حاجی زاده وزیر خارجه آذربایجان این درخواست را دیروز اعلام کرد. بریکس در جریان یک دهه تنها 5 کشور عضو داشت که روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بودند. اما این سازمان اکنون در حال گسترش است و در ماه جنوری گذشته ایران، مصر، اتیوپیا و امارات متحده عربی نیز اعضای بریکس شدند. عربستان سعودی هم درباره پیوستن به این سازمان غور میکند. آذربایجان نخستین بار در ماه جولای گذشته برای پیوستن به بریکس علاقه نشان داده بود که چین از آن استقبال کرد. مقامات روسی با اعلام اینکه حمله پهپادی شب گذشته را دفع کردند میگویند این یکی از بزرگترین حملات پهپادی به پایتخت روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 45 پهپاد را بر فراز خاک این کشور منهدم کرده است. در ماه‌های گذشته اوکراین با هواپیماهای بدون سرنشین خود حملات فزاینده‌ای را علیه بالایشگاه و فرودگاه‌ها در خاک روسیه انجام داده است. پایان خبرهای این ساعت از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.